از خدا به خاطر اینکه انقدر قشنگ و نرم هدایت میکنه و انقدر ما رو دوست داره و میدونه که چی نیاز داریم و کجا باید بریم، چه موقع، چه وقت، زمانش رو تنظیم میکنه با چی خواسته و نیازهای ما. و واقعا خدا رو شکر کردم. امروز کلامی رو که آماده کردم بقیه اون کلام دفعه قبل کسی یادش باشه به هم ربط داره. دفعه قبل در مورد دست زورآور خداوند صحبت کردیم و چطور خدا میتونه ما رو وقتی خودمون رو فروتن کنیم و همون اعتماد رو داشته باشیم به این دست خدا و خدا چه کارهای عظیمی رو برای ما انجام میده. و امروز در مورد ایمان در پرانتز اعتماد و شفاعت که چطور میتونه ما رو توی یه بُعد جدیدی ببره برای زندگیمون، برای همین لحظه هایی که الان هستیم. نمیدونم الان تو چه شرایطی هستید، هر کسی ممکنه توی یه فکری باشه، الان مشغول چیزی باشه، توی زندگی روزمرهمون اتفاقاتی میفته که ما رو مشغول میکنه، پایین میکشه، بالا میبره، شاد میکنه. خیلی اتفاقای روزمره میفته که ما حتی نمیتونیم جلوی اون رو بگیریم، ولی ایمان دارم همونطور که این کلام برای خود من، زندگی من و راه من خیلی برکت بود، ایمان دارم که برای شما خواهد بود، چون کلام خدا توش قدرت هست. حالا از دهان هر کسی بیرون بیاد ولی کلام خدا توش قدرت هست و اینو ایمان دارم. امروز میخواییم راجع به داستان پتروس صحبت کنیم. در لوقا باب 22 شما تا بیارین از آیه 31 منظور نظره که میخواییم راجبش با هم دیگه نگاهی بکنیم به این داستان. قبلش توضیحی بدم، شام خداوند، شام آخر بود و عیسی نون رو پاره کرد، با هم شراب خوردن، با هم صحبت کردن، شاگردا سر بزرگی و کوچیک بودن و تو ملکوت با هم دعوا کردن. تصور کنید یه مهمونیه، جمعیه، همه دارن میشینن با هم صحبت میکنن، این از این میگه، اون از این میگه و هر صحبت هایی میشه و در این میون عیسی شروع میکنه صحبت کردن و میگه یه وعده ای رو میده، میگه که شما همه تون میرید با من میایید تو ملکوت و شما داوری میکنید، شما حاکمیت میکنید. و یه چیز خیلی عالی، تصور کنید که مثلا رفتید یه جای مهمونی و یک نفر میاد یک چیز رو به شما میگه، یک مقامی رو به شما میگه که مثلا شما مثلا میگید الان شما رو میذارم مثلا برید اینجا رئیس جمهور بشید، حاکمیت کنید، همه قدرت رو میخوام بدم به شما. و اون شاگردام یهویی شوق برشون میداره. تو شاگردا پتروس هم نشسته بود. یهویی تصور کنید برمیگره رو پتروس میگه آیه 31، ای شمعون شیطان اجازه خواست شما را همچون گندم قلوار کند. یهوی هرتی دل شمعون ریخت. اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود، پس چون بازگشتی برادرانت را استوار بدار. اما او در پاسخ چه گفت؟ ای سرورم، من آمدم با تو به زندان بروم، جونم رو برات میدم. عیسی گفت پتروس، بدان که امروز پیش از بانک خروس سه بار من را انکار خواهی کرد. خیلی این داستان جالبه، موعظه‌های عالی ازش شنیدیم، ولی خود من یه برکت جالبی ازش گرفتم که این چند تا آیه رو از آیه 31 تا 34 در 4 نکته با هم دیگه بررسی میکنیم. اولین نکته ای که به ما اشاره میکنه اینه که چالش های روحانی اجتناب ناپذیرن. در بهترین شرایط با عیسی در یک میز شام، در یک بهترین حالت، در بهترین وعده میتونه این چالش های روحانی به وجود بیاد. دشمن ما، جالبه این آیه رو خیلی من هیت خوندم، میگه شیطان اجازه خواسته. ما این اجازه رو به شیطان دادیم. جالب نیست که شما که ما رو قربال کنه. این یعنی چی؟ یعنی تکون بده. خیلی جالبه، شیطان اجازه گرفته از
خدا که ما رو قربار کنه و خدا این اجازه رو داده که ما رو بکنه. یعنی حمله ها میان، هیچکی نگفته که شما با عیسی مسیح زندگی میکنید، به مسیح ایمان میارید، دیگه نونتون تو روغنه. هیچ وقت این اتفاق در کلام خدا در هیچ جایی چیده نشده. میگه دشمن میخواد تو رو تکون بده. حالا چرا؟ برای من خیلی جالب بود که سوال میاد، خب چرا یه همچین چیزی رو اجازه داده؟ چرا اونم سوال کرده؟ غربال کردن رو دیدین؟ وقتی گندم رو غربال میکنن، کاه و هر چی که هست اینجوری میره تو هوا و چیزی که باقی میمونه اون دانه گندمه، اون ثمرشه که باقی میمونه، که با هم توضیح میدیم دو مرتبه میریم. دشمن حمله میکنه، چجوری ما رو تکون میده؟ دقیقا از عزیزترین کسان ما رو تکون میده. دقیقا اون جایی که داریم لذت میبریم یک هم ممکنه یه اتفاقی بیفته، یه هایی که به ما بگه شمعون. در اون لحظه از یک جایی که اصلا ممکنه که اصلا فکرشو نمی کنی، میتونه همسر تو باشه، میتونه حساب بانکی تو باشه، میتونه یک نامه باشه، حتی میتونه عضو یک کلیسا باشه، میتونه یک ایماندار باشه، حتی میتونه شبان تو باشه، میتونه از اونا استفاده کنه که تو چیکار کنه؟ تو رو قربار کنه، تو رو تکون بده. شیطان میخواد تو رو تکون بده، ولی دو تا هدف مختلف اینجا ما میبینیم. شیطان اجازه گرفته که تو رو تکون بده، خدا این اجازه رو بهش داده، ولی خدا یک هدفی واسه این داستان داره و شیطان هدف دیگه، و ما باید اینو در دنیای نامردیمون خیلی توجه کنیم که خدا اول بزنیم در مورد شیطان سن. شیطان میخواد تمام برکات، اعتماد، ایمان تو رو تکون بده، میخواد مثل کاه تو بریزی. در اون لحظه که حمله به تو شده، در اون لحظه که تو سختی هستی، در اون لحظه که واقعا دیگه هیچی نمیتونی انجام بدی، اصلا فکرت به هیچ ایده ای نمیرسه، در اون لحظه که میگه لادن، یعنی توجه کن، در اون لحظه دقیقا میخواد شیطان میگه که اعتماد اینو از بین ببرم، تکونش بدم اعتماد. این هدف شیطانه. ولی خدا چرا اجازه داد؟ هدف خدا اینه که در موقع تکون دادن اون کاها و آشغال ماشغالا بره و ثمره تو دیده بشه. یعنی حواست باشه موقعی که دشمن حمله میکنه، حواست باشه که داره ثمره تو دیده میشه. الان از اون ثمره چی میخواد بیاد بیرون؟ فقط کاها میخواد بیاد بیرون یا نه، تو باید دونه گندم و ثمره روحانی خودتو دریافت کنی. اونجا باید حواسمون باشه، یعنی باید آگاه باشیم که توی دنیای نامرئی ما دشمنی وجود داره که اجازه گرفته که ما رو تکون بده. ولی نیت دو تا، نیت خدا که اجازه داده و نیت شیطان، بسیار متفاوته و این رو ما تصمیم میگیریم که تو کدوم قسمت پیروز بشیم، تو کدوم قسمت اون اجازه رو داشته باشیم که شیطان رو ما حکومت کنه، که بشیم کاهو بریم نابود شیم، یا نه بذاریم خواسته و اراده خدا در زندگی ما بشه که دانه های گندمی به وجود بیاد، که ثمره های نیکویی به وجود بیاد. و دوبار صدا کردن شمعون، اولین چیزی که توجه منو جلب کرد اینه که دوبار صدا میکنه. خیلی کم پیش میاد که عیسی مسیح دوبار یک چیزی رو تکرار کنه، خیلی کم پیش اومده. نمیدونم اونایی که مادر هستن اصولا میدونن وقتی که یه بار با پسر یا بچه‌تون کار دارین، احتمالاً یا شوهرتون کار دارین، یه بار صداش میکنین، اگه خیلی مهم باشه تی صداش میکنین، یعنی بودو بیا، یعنی مثلا یه کاری داری میکنی یا مثلا رفته تو کوچه یا یه کاری داره میکنه، فقط یه بار صداش میکنی، حالا زیاد کار مهمی نداری، فقط میخوای توجهش جلب بشه که حالا بیا. ولی وقتی که یه کار خیلی مهمه داری انقدر صداش میکنی تا بیاد. یعنی اینجا عیسی میگه خیلی مهمه، یعنی شمون حواست جمع باشه، این مسئله مهمه، این مسئله اتفاق میفته، این مسئله برای هر روز ما اتفاق ممکنه بیفته، هر روز ما باید تو این مسئله، تو این حالت بیافتیم، تو این چالش ها بیافتیم، چون این چالش ها یعنی حملات روحانی یا این چالش های روحانی که ما رو محک میزنه، کجا قرار داریم، اجتناب ناپذیرن، یعنی به وجود میان، اتفاق میفتن. و دومین چیزی که واسه من جالب بود، اگه به بابهای متا 16:18 یا مرقس 3:16 نمیخواد بگردین، برید میبینید که در اون، یعنی قبل از این ماجرا، عیسی مسیح شمعون که به معنی پایدار نبودن و جنبش و تکون بهش اسمی داد به اسم پتروس، یعنی صخره.
و چرا الان دوبار شمعون صدا میکنه، یعنی به اسم قدیمیش صدا میکنه، چرا؟ و این واسه من خیلی جالب بود، انگار داره بهش میگه که حواست به انسانیت کهنت باشه، به اون ضعفات باشه. شیطان میدونه که تو انسانیت کهنه تو، تو ضعفای تو چیه، نقطه ضعف تو رو میدونه، اون نقطه حساس تو رو میدونه. حالا این نقطه حساس تو میتونه عاطفی باشه، میتونه همسرت باشه، میتونه بچت باشه، میتونه شغلت باشه، میتونه الان موقعیتت باشه، دقیقا نقطه ضعف تو یا نقطه های سخت شخصی تو باشه. زود خشمگین میشی، اراده صحبت دهانتو نداری، فکرات میره، یا اینکه مشکل شهوت داری، یا رو وسوسه میفتی، یا یه اعتیاد داری، دقیقا اون رو شیطان میدونه. و دقیقا عیسی میگه که شمعون دوبار صدا میکنه، اسم قدیمی، جسم کهنه ما، انسانیت ضعیف ما. ما نمیتونیم با انسانیت ضعیفمون هیچ کاری بکنیم مگر اینکه بگیم، فریاد بزنیم، بگیم احتیاج دارم به قدرت تو عیسی مسیح، احتیاج دارم به اینکه هویت خودم رو در مسیح بشناسم، و احتیاج دارم که یاور و مسکننده روح القدس منو هدایت کنه. یعنی غیر از این شما نمیتونی در زندگی هر روزه خودت با این مسئله کنار بیای. ولی وقتی که اون انسانیت ما در روی خون مسیح قرار بگیره، زیر پوشش روح القدس قرار بگیره، و تو هر روز هویت خودت رو در مسیح بدونی، اون موقع است که میتونی بگی در مسیح تمام کهنه ها درگذشته و همه چیز تازه شده. اون موقع است که دیگه نمیتونی به این شیطانی فرصت رو بدی که قشنگ بتونه اونجا تو رو بچرونه و نابود بکنه. و اینجاست که ما باید بدونیم که مهمه هر روز ضعفای خودتو بشناس، با خودت رو دروسی نداشته باش، دروغ به خودت نگو. همه ما در روی زمین هستیم، همه ما گناهکار بودیم، همه ما زیر فیض الان هستیم، زیر رحمت خداوند هستیم. پس بشناس هدف تو چیه، هدف این که خدا ما رو خلق کرده چیه، شبیه او بشیم تا اون مسیر. پس بعد رو ضعفای خودمون کار کنیم. وقتی که ما میریم در مذبح خودمون، اوکی دعاهامون رو که میکنیم، شوهرم رو درست کن، الان بچه‌م اینجوری شد، نه، اول از خودم شروع کنم. لادن الان اینجا تو ضعیفی، توی صحبت کردنت باید مواظب باشی، تو نگاهت ضعیفی، اون نگاهت، اون صحبت تو، یا هر چیزی که فکر میکنی تو با خودت رو درواسی نداری، اونجایی که فشار میاد بهت، دقیقا اون ضعف میزنه بیرون، یا عصبانیت، یا خشم، یا هر چیزی، یا وسوسه، یا فیلم میبینی، اون رو بیار هر روز در کنترل خداس و هویت خودت رو اونجا اعلام کن. این خیلی نکته مهمیه که ما میتونیم تو این چالش ها انجام بدیم. و نکته جالب اینجا میگه که اوکی، ما اجازه رو به شیطان دادیم، شیطانم بیاد حالا تکون بده، اما من برای تو دعا کردم، عاشقتم. عیسی میگه شیطان رو اجازه دادم، نمیگه خواهم کرد، نمیگه میکنم، نمیگه بیفتی حالا بعد از یه کاری میکنم، میگه قبل از اون، قبل از اینکه اصلا تو بیفتی تو این فکر، قبل از اینکه تو بیفتی تو این مشکل، قبل از اینکه این مریضی بیاد گرابی یقتو بگیره، قبل از اینکه این چه میدونم اتفاقی بیفته، من برای تو دعا کردم. امید. دعا کردم. اینجا اگه بخوایم معنی یونانیش رو ببینیم، میگه شفاعت تو کردم. منظورش نیست که همجور داد، میگه شفاعت تو کردم. و این چقدر عالیه که من توی این نبردهای زندگیم تنها نیستم. آمین. تو این نبرد، تو این چالش، تو این فشار، تو این حمله شیطان، من تنها نیستم. عیسی مسیح برای من شفاعت میکنه. آمین. و میگه که اینجا بهش انگار میگه که شمعون حواس، میدونم ضعیفی، میدونم که خیلی مشکلات هست، میدونم هنوز تو این دنیا داری رشد میکنی، ولی من برای تو دعا کردم. این اولین نکته بود که ما میتونیم توش بررسی کنیم که چالش ها میفتن، اتفاقات روحانی برای ما میان، غربال خواهد میان، پس
اجتناب ناپذیرن. هیچ کس نگفته که با مسیح زندگی کن هیچ اتفاقی نمیفته، قلبت و دلت تکون نمیخوره. دومین نکته اینه که وقتی که حالا این چالش ها میان چه اتفاقی میفته، یا مهمترین اتفاقاتی که میفته چیه، چه ثمره‌ای داره حالا اینا میان و چه اتفاقی میفته، ما چه بد نتیجه‌ای بگیریم. یکی این که همون اعتماد و ایمانی که ما تو موقعی که خوشحالی هستیم، تو اون زمانایی که شادیم، تو اون زمانایی که خدا درای نعمت و برکتش رو باز کرده، دقیقا مشخص میشه که چند مرد حلاجیم به قول خودمون. تو اون موقعی که تو دشمن داره حمله میکنه، اون وقت میفهمیم که الان نگاهمون کجا بوده و الان تا الان چه حرفی زدیم، چی کار کردیم. در اینجا میگه که شمعون مواظب باش که به تو حمله میکنن، ولی من برای تو دعا کردم که ایمان تو تلف نشه، ایمان تو تلف نشه. ایمان این یه داروی نیست یا یک فرمولی نیست، این اعتماد و ایمان یک چیزی نیست که مثلا آخه من چجوری اعتماد کنم، چیزی نیست، یک تصمیمه. ایمان و اعتماد یک تصمیمه که تو با این تصمیم میتونی زندگی تو بنا کنی، که تصمیم بگیریم که خدایا من تصمیم میگیرم، من میخوام به تو اعتماد کنم، چون مهمتر از تو زندگی من وجود نداره. تو کارهای عالی کردی برای من، تو بهترین ها رو برای من انجام دادی، تو تمام زندگی من رو تازه کردی و من میخوام به تو اعتماد کنم. ولی وقتی که ما این چالش ها، این فشارهای زندگیمون میاد، به جای اینکه اعتماد کنیم، بعضی موارد در بعضی مشکلات، میگم همیشه سه تا پرو به یادمون میاریم: پول، پارتی، پررویی. خدا رو، اعتماد رو میذاریم کنار، یادمون میره، دست به دامن این و اون میشیم اگه یه اتفاقی بیفته، دنبال این میگردیم که آخه یکی بهمون قرض بده و الان پول و الان تا آخر ماه چیکار کنم، اعتمادمون میره. در صورتی که شهادت دادن که اعتماد کن خدا بر میکنه. موقعی که نمیدونم یه جای گیریم، توی یه نامه دادگاهی داریم، دنبال این نامه هستیم، دنبال اون نامه هستیم، دنبال پارتی میگردیم. نه عزیزم، دنبال پارتی نمیگردیم، بلکه اعتماد میکنیم به خدا. و بعضی موقع فکر میکنیم با پررویامون میتونیم تو اون چالش های زندگیمون بیستیم. نه، هیچ پررویی به هیچ نتیجه ای نرسیده. فروتنی بهترین چیز و اعتماده. ما باید ایمان داشته باشیم که اعتماد رو بر سوی کلام بذاریم. اعتماد این پروسسه. زمانی که تو هیچ خدایی رو نمیشناسی، دنبال کلام نمیری، کلام رو نمیخوری، نمیخونی و هیچی ازش نمیدونی، یعنی خدات رو نمیشناسی، خب اعتماد کردن بهش سخته. و باید بدونی که هر کلامی از دهان خدا خارج میشه پرقدرته، بعد روش میتونی قشنگ زندگیت رو بنا کنی و تو رو در هر موقعیتی بنا میکنه، هر موقعیتی، مسئله کاری، مسئله همسرت، هر کاری. نمیدونم الان شرایط زندگی ما تو کجاست، نمیدونم، شاید بعضیا واقعا همسر خوبی دارن، بچه ها همه خوب، همشون عالی، خونه خوبی دارن، موقعیت خوبی دارن، پاسشون تو جیبشونه، همه چی اوکیه. ولی مطمئنم خیلی ها مثل منی که الان واقعا تو حمله شاید باشین، توی یه ضعفی باشین، توی یک مشکلی باشین، توی موقعیت سختی باشین. مهم اینه که همین الان چشامونو ببندیم، همین الان در نام عیسی مسیح تصمیم میگیرم، عیسی تصمیم میگیرم خداوند، که اعتماد کنم به تو. اگر هر چی شرایط بزرگتر باشه، ولی تو قدرتمند هستی، با دهانم اعلام میکنم که اعتماد من به توه، نه به هیچ دکتری، نه به هیچ دادگاهی، نه به هیچ وکیلی، اعتماد من به توه، در نام عیسی مسیح. آمین، آمین، آمین. و اعتماد ایمان تو رو به حرکت میاره. وقتی که تو اینطوری دعا میکنی، اولین اتفاقی تو زندگی تو میفته چیه؟ یه آرامشی میاد، یه ذره فکرت باز میشه و حالا میدونی که خدا چی میگه. و باید بدونی که اگه خدا با منه، کی به ضد منه. اگه تو کلام رو باور کنی، ایمان داشته باشی، وقتی بخواد هر اتفاقی بیفته، به خیریت من تمام میشه.
خدا هرگز منو تنها نمیذاره، خدا هیچ وقت نمیذاره که من تلف بشم. مگه میشه اون عزیزشو به خاطر من داده؟ مگه میشه عزیزشو به خاطر من بده بعد بگه حالا برو بمیر یا بذار هر چی اتفاق میفته؟ نه، اصلا اینطور نیست. و جالب اینست که میگه ایمان تلف نشه. وقتی که ایمان تموم میشه، انگار تلف میشه، انگار یه چیزی بوده که داره تموم میشه. دقیقا انگار یه آبی بوده حالا داره تموم میشه، ولی میگه خب نه، باشه، ادامه داشته باشه، من دارم دعا کردم که ایمان تو تلف نشه. اتفاق افتاده برای من، خیلی اتفاق افتاده. دقیقا زمانی که طوفان تو زندگیه اصلا حال نداری دعا کنی، دهنت باز نمیشه، اونجاست که عیسی برای تو دعا کرده. آمین. اونجاست که ایمان تو تلف نمیشه، اونجاست که ما از بین نمیریم. و این خیلی میتونه ما رو قوت قلب بده که خودمون رو محکوم نکنیم، که بگیم وای از ایمان افتاد. یا بعضی ما خودمون رو که محکوم میکنیم، میشه دیگران هم محکوم میکنیم و فلانی مثلا از ایمان افتاد. نه، هیچ کس با مسیح زندگی میکنه از ایمان نمیافته، مگر اینکه ضد کلامش حرف بزنه. میگه عیسی مسیح اونجا واسه ما داره شفاعت میکنه که ما ایمانمون تلف نشه. مگه میشه کسی از ایمان بیفته؟ نه من، نه هیچ کس دیگه از ایمان نمیافته، چون که یک ما شفاعت کننده ای داریم اسم عیسی مسیح. آمین. 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 نکته بعدی اینه که به هیچ نه هنوز سه نرسته. نکته بعدی توی این قسمت اینه که هیچ چیز انسانی قدرت نداره. قشنگ اینو بر خودت مشخص کن، هیچ حرفی و هیچ چیز انسانی هیچ قدرتی نداره، هیچ قدرتی نداره. حالا میخواد هر چی باشه، تو هر مقامی باشه، هیچ چیز انسانی بدون خدا و بدون قدرت خدا اصلا در زندگی تو قدرت نداره، نداره. و واقعا اینجا میتونیم از پتروس ببینیم، میگه خدا من با تو میرم زندان، برات میمیرم، جونم رو بهت میدم. هنوز 3 ساعت نگذشته دقیقا همین کار کرد، جونش رو داد. 3 ساعت نگذشت، حرف انسانی اونقدره. بعضی موقع رو احساساتمون، موقعی که حالمون خوبه، بعد میستم برای تو، وای خدایا شکرت، من برای هم ایماندارام، هم سنگرام میستم، دست همه رو میگیریم، دستای همدیگر رو میگیریم، شادی میکنیم، وای به حالی که یکی فقط حمله بکنه، حمله بشه بهش. اون موقع است که دقیقا 3 بار اون شخص رو انکار میکنیم، دقیقا همون شخص رو نادیده میگیریم، به جای اینکه رو زانوهامون بریم، به جای اینکه براش دعا بکنیم، شروع میکنیم با فکرامون، چیزهای انسانی. حواسمون باشه، با خودمون رو راست باشیم. بعضی موقع ما خیلی راحت با کلمات بازی میکنیم، برای کسی جمله‌های عالی میگیم، حرفای عالی میزنیم، اون رو امید میدیم الکی. خیلی از جاها شده تو همین آلمان، به خاطر اینکه ما تازه میایم و هیچ قانونی رو نمیدونیم، از قدیمی ها میپرسیم. خیلی بارها شده وقتی که خیلی درست راهنمایی میکنن، در مورد بعضی موارد صحبت کنم، همیشه هم اینطوری نبوده، راهنمایی میکنن که زندگی ما رو اصلا از این رو به اون رو خرابی میبرن. چرا؟ به خاطر اینکه اعتمادمون رو روی حرف انسان گذاشتیم. من خود من وقتی که اومدم اینجا یک راهنمای بسیار منفی داشتم، هر کاری میخواستم بگم نه نمیتونی، تو نمیتونی، تو از این کار بر نمیاد، نه این نمیشه، الان تو بعد اینجا قانونه آلمان. یعنی متاسفانه اون موقع عیسی رو نمیشناختم، بر همین روی قدرت حرفای انسانی اصلا تکیه نکن. نصیحت ها رو بشنو، حرفای همه رو بشنو، همه چی رو بدون، ولی در انتها در حجره خودت برو و بذار خدا هدایت کنه. بگو خدایا اعتمادم به توه و نگاهم به توه و میخوام به تو، توی تو حرکت بکنم. بعضی موقع ها ما با خیلی از پتروس ها صحبت میکنیم، درسته؟ با خیلی از پتروس ها مشورت میکنیم به جای اینکه مستقیم بریم پیش خدا. پتروس هایی که به خاطر ما زندان میرن، پتروس هایی که به خاطر ما
دار میزنن خودشونو، حتی ممکنه شوهرمون هم باشه، عشقمون باشه، میتونه بچه‌مون باشه، برات میمیرم مامان جون. ولی دقیقاً یه جاهایی یک صداهایی در عصبانی میشه، یه هایی سرت میزنه که اصلا باورت نمیشه که مثلا یک محبت اینجا بوده، یا هم همسرت باورت نمیشه که اینجا یه چیزی اینجا بوده. فقط خدا، فقط روی اون بنا کن و فقط در دعا با ایمان بگو اعتمادم به توه خدا. و اینو هر روز برای خود میرین که ما یادمون میره. ما انسان ها فراموشکاریم، ما انسان ها زود توی یک حالتی واقعا یادمون میره، اولین مشکل که میاد یادمون میره. برای خودت هر روز اینو تکرار کن. سومین نکته، رابطه تو با خدا ستون این چالشه که تو رو نگه میداره. یعنی وقتی که دشمن حمله میکنه، شروع میکنه تو رو قربال کردن، مشکلاتت میاد، به مهمترین چیزی که ستون این چالشه رابطه اون لحظه تو با خداست. میگه عیسی، میگه دوست من، شمعون عزیزم، من برای تو دعا کردم، من برای تو شفاعت کردم که ایمانت تو هیچ شرایطی تلف نشه. من میدونم که الان در کجای راه زندگی هستی، من میدونم که تو الان تو چه شرایطی داری زندگی میکنی، من میدونم چه سختی هایی داری، من میدونم که الان چه مشکلاتی رو داری دست و پنجه نرم میکنی. من دیدم، من دعا کردم، من میدونستم. اعتماد کن. ما یک شفاعت کننده ای داریم، ما یک کاهن اعظمی داریم که در عبرانیان باب 2 میتونیم کلا در مورد این کاهن اعظم ببینید که چه کار عظیمی میکنه. نه تنها جونشو داده، نه تنها خونشو برای ما ریخته، بلکه نشسته دست راست پدر و داره برای ما هر روز شفاعت میکنه. که چرا؟ که تو این قربال ها از بین نریم، که تو این فشار ها از بین نریم، تو این ناعدالتی ها. آخه نمیدونی چه ناعدالتی نسبت به منش، آخه تو نمیدونی شوهرم با من چی کار میکنه، تو دعاهامون ناله میکنی، آخه نمیدونی، آخه الان این نامه دادگاه اومده، آخه الان اینترویومه، آخه نمیدونی، آخه تو اصلا عیسی کی اینترویو شده، اصلا نمیدونه، خبر نداره، اصلا کی دادگاه بوده اون موقع، اصلا پناهنده نبوده یا خیلی از چیزهای دیگه، اشباس کردم. ولی عیسی اونجا برای تو شفاعت میکنه قبل از اینکه اصلا تو پات به آلمان میرسید، قبل از اینکه نامه دکتر برای تو میومد، قبل از اینکه نامه دادگاه و اینترویوی واسه تو بیاد، قبل از اینکه حسابت به صفر برسه، قبل از اینکه مشکل مالی باشه، قبل از اینکه بچه تو مریض بشه، قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته، او برای تو دعا کرده. و اینو یادت بیار، یادت نره. و خودت هم دعا کن عزیزم، بر خودت دعا کن. بعضی موقع ها ما اصلا برای خودمون دعا نمیکنیم. خود من صبح که بالا میشم شروع میکنم، اول برای شوهرم دعا میکنم، بعد برای بچه‌ام دعا میکنم، بعد انقدر خسته میشم که به خودم نمیرسم. نه، ولی برای خودت دعا کن. برای خودمون احتیاج داریم دعا کنیم. ما انسانی روی این کره زمین، توی این دنیا داریم زندگی میکنیم. به جای اینکه غر میزنیم، گرمای محبت خدا رو بیار، دعوت کن ملکوت خدا بیاید در من. برای خودت دعا کن، احتیاج دارم پدر، امروز احتیاج دارم، منو هدایت کن، دستاتو بلند کن، کلام خدا رو اعلام کن. چند وقت پیش به طور اتفاقی یه فیلم رو یک شخصی به من معرفی کرد و توصیه میکنم اگه میتونید واقعا برید این فیلم رو تهیه کنید، ببینید زندگیتون عوض میشه. در مورد دعا کردن به اسم War Room. انقدر این فیلم قشنگ بود و انقدر من یعنی دوبار نگاه کردم این فیلم رو. یک محرکیه برای اینکه شما واقعا این پاهاتون قوی بشه برای اینکه برید دعا کنید. به زبان آلمانیه متاسفانه، اگه خواستی یه مترجم با خودتون برای فیلم، ولی فیلم رو نگاه کنید. اصلا احتیاجی هم به ترجمه نداره، چون واقعا فیلم مسیحیه و واقعا هم میفهمید، درک میکنید که این زن خونه به چه بزرگی داشت و یک اتاق خیلی کوچیکش رو کرده بود اتاق دعا.
و چه دعاهایی و چه معجزات و چه اتفاقاتی توی فیلم میافته. و واقعا برید نگاه کنید و وقت شما متوجه میشید که حاضرید کمد لباساتون رو بریزید بیرون و اونجا رو بکنید اتاق دعا، یا مثلا من یه اتاق یا یه جایی رو بذارید، فقط یه گوشه‌ای رو بذارید، واقعا بشینید دعا بکنید. این بعضی موقع فیلم ها تصاویر به ما یه ایده های خوبی میدن، ما رو مثلا گفتن یا خوندن ما رو انقدر اکتیو نمیکنه که ممکن یک فیلم ما رو خیلی عوض بکنه. و واقعا این فیلم خیلی کمک میکنه که بری روزانه و مسبحت رو بکنه، دعا رو بر خودت بذاری. و اینکه جالبه میگه که وقتی که برگشتی، یعنی انگار که توی این چالش افتادی، منم برات دعا کردم، خودم بر خودت دعا کردی، الان توی پروسسی هستی که انگار که داره خدا تو رو تبدیل میکنه. داره اینجا میگه پس چون بازگشتی، یعنی بالاخره برمیگردی دیگه، تو این چالش نمیمونی، یعنی همیشه تو این حمله نیستی، همیشه تو این مشکل نمیمونی، برمیگردی ولی با یه تجربه برمیگردی. و وقتی که برگشتی خواهران و برادرانت رو استوار بگردن. نه یعنی چی جالبه اینجا یک هماهنگی رو میگه، این تو برای خود زندگی نمی‌کنی، زندگی مسیحی تک نفری نیست، این مشخصه. یعنی وقتی که تو توی چالشی میبری، شاید تو تنهایی اینجوری حسابی به چلوننه تو اینا، ولی وقتی که برمیگردی میگه استوار کن، برگرد و دو مرتبه برای دیگران دعا کن، برای دیگران دعا کن. باید یک ایماندار متعلق به یک کلیسا باشه، باید یک ایماندار متعلق به یک جلسه خانگی باشه، باید یک ایماندار یک نفر مورد اعتماد داشته باشه که با هم دعا کنن، با هم برای همدیگه دعا کنن. دعا کنیم که در سختی ها ایمانامون تلف نشه، توی جفاها که میفتیم ایمانامون تلف نشه، اگه که مشکلات اومد ایمانمون تلف نشه، و برای همین باید دعا بکنیم. اگه اینجا اگه کسی هستش که واقعا همین الان احساس ضعف میکنه، یا احساسی که میکنه که الان تو درده، یا یعنی که الان مریضه، همین الان دستش رو بذاره و با هم در اتحاد دعا میکنه. هللویا خداوند، در نام عیسی مسیح، به قدرت روح القدس تو، به قدرت خون پاکت ای پدر، اعلام میکنیم شفای تو رو، آزادی تو رو ای خداوند. ایمان داریم که خداوند تو ما رو سالم آفریدی و میخوای که به اون سلامتی برسونی. شالوم خداوند رو در روح، در جسم این عزیزان اعلام میکنم ای خداوند. اگر هر نگرانی هست، اگر هر کسی که فکرش نگرانه، در نام عیسی مسیح او رو در کنترل روح القدس تو میارم و اعتماد رو اعلام میکنم و این ایمان رو در او قوی میکنم و کلام خداوند روی زندگی او میذارم. عیسی جان در نام عیسی مسیح، آمین و آمین. در اعمال رسولان 12:5 موقعی که پتروس، همین آقا پتروسی که سه بار عیسی رو انکار کرد، توی زندان بود، خوبه که بخونیم چی شد. در اعمال رسولان باب 12:5 میگه پتروس در زندان نگاه داشتن، اما کلیسا با جدیت تمام نزد خدا برای او دعا میکرد. خیلی از ماها خادمین، ایمانداران نرمال، حتی شبانان ما تو زندان ها بعضی موقع میفتیم، نه که حالا زندان بیفتیم، تو مشکلات خود ما هم انسانیم، شبان ما انسانه، خادمین که الان اینجا میان سوپر خانیستیم، ما هم همه زندگی نرمال خودمون داریم، تو مشکلات ما میفتیم، سعی میکنیم درست زندگی کنیم، میخوایم رو خودمون داریم کار میکنیم، خودمون رو در معرض میذاریم، ولی احتیاج به دعاهای شما داریم، شبانان احتیاج به دعاهای شما دارن. تمام کلیسا برای پتروس تو زندان دعا کردن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ دیگه بقیه داستان رو میتونید بخونید. پس برای هم دیگه دعا کنیم. ما چی کار میکنیم؟ کلن تو فرهنگ ایرانی شروع میکنیم زنگ، اولی زنگ، دیدی چی شد؟ فلانی دیدی چی کار کرد؟ الان این خادمه، الان این اینجوری حرف زد، الان این شبانه، این اشتباه رو کرد، الان این کلام رو، متاسفم، ببخشید، ما انسانی، منم مثل شما هم، یعنی هممون مثل همین، هیچ فرقی نمی کنه، فقط ما یه خورده
پروتریم، خودمون رو گذاشتیم توی مزرعه خودم، گفتیم خدا بیا بابا استفاده کن، وگرنه هیچ فرقی نداریم. خواهر نسرین از چه پروسسایی، از چه زندانهایی گذشته، اونا هم احتیاج به دعا دارن. پاستور چقدر ایستاده برای این کلیسا، اونا احتیاج به دعا دارن. پس همینطور که عیسی برای ما دعا کرد، همینطور که خودت برای خودت دعا میکنی، برای همدیگه دعا کنیم. اگه میبینی همین الان یا تو ذهنت الان شخصی میاد که ایمان داره و الان توی جفا افتاده، تو زندان افتاده، تو فشار افتاده، همین الان براش دعا کن. دستای خدا رو حرکت بده. مگه میشه که کلام خدا همینجور بیفته؟ مگه میشه که به اسم عیسی مسیح دعا بکنی و جواب نده؟ امکان نداره، امکان نداره. میگه ملکوت تو بیاید، پدر آسمانی گناهان ما را ببخش. نمیگه من را ببخش، نه تو هیچ وقت من نگفته، ما گفته. چرا؟ ما جمعیم، تک نفره نداریم. اصلا یک مسیحی تک نفره وجود نداره. بدن مسیح کلیساست، همه با همیم. هیچ وقتی یک چشی کور میشه، یه دونه کفشم پامو زده بود خیلی زیه زخم شده، یعنی تمام بدنم درد میکرد، احساس نمیتونم لنگ میزدم، یعنی همینه. ولی ما اینا رو خیلی ساده میگیریم. من خودم واقعا توبه میکنم، واقعا در حضور خدا، یعنی موقعی که داشتم کلام رو حاضر میکردم فقط گریه میکردم، به خاطر اینکه خیلی وقتا خیلی خودخواهم، خیلی خودخواهم. اصلا اینقدر که به خودم، به زندگی خودم فکر میکنم، شاید خیلی کم پیش بیاد دعا کنم. و واقعا توبه کردم، خدا منو ببخش، من باید برم تو زانو، من باید دعا بکنم. من اینکه تو اصلا یک مسیح تکی نمیخوای. اگه من تو جمع تو باشم، اگه برای اعضای تو، برای بدن تو نایستم، برای کی بایستم؟ تنها کاری که میتونم برای تو بکنم، برای این هم محبتی که تو به من کردی. آمین. چهارمین نکته و آخرین نکته، خدا دعوت خودش رو، خبر خوش، خدا دعوت خودش رو هرگز پس نمیگیره. رومیان 11:29 بخون. میگه زیرا خدا هرگز عطایا و دعوت خود را باز پس نمیگیرد. آمین. باور میکنین؟ الان بهتون میگم که بیشتر باور کنین. این وعده عالیه. یعنی زمانی که تو داری قلبار میشی، یهویی میگی من قهر میکنم، میرم، نمیخوام، از ایمان افتادم، الان دعا نمیکنم، الان اینجوری شدم، الان فکرم اینجوری شده. نه، خواندگی خودت رو فراموش نکن. باید بدونی هر کسی، هر یک کدوم از ماها، هر کدوم از ماها یک خواندگی داریم، یک خواندگی داریم. و باید بدونیم خدا این خواندگی رو در هیچ شرایطی پس نمیگیره. دست خودش رو هیچ وقت عقب نمیکشه. ما میکشیم، ما توی سختی ها از دست میکشیم، از یادمون میره، اعتمادمون. خدا هرگز وعده خودش رو همینجوری بی ثمر نمیذاره، دست خودش رو نمیکشه و اون هیچ وقت، هیچ وقت تو رو سرزنش نمیکنه. پتروس سه بار عیسی رو انکار کرد. نه؟ تصور کن تو صلیبی داری میمیری، دوست داشتی الان شاگردانی که این همه باهاشون دادی، این همه باهاشون نشستی، این همه بهشون فقط خوراک دادی، بناشون کردی، اسم تازه بهشون دادی، داری میمیری توی صلیبی، بعد انکارت کنم؟ یا اصلا من نمیشناسم اینا. بعد ماها باشیم جیگر طرف رو میاریم، حالا بذار اون دنیا، حالا این دنیا که نتونستم، دارم میمیرم، ولی اون دنیا حساب تو میرسم. نه عزیزم، چی کار کرد؟ اون کلیسای خودش روی پتروس بنا کرد. چرا؟ چون که اسم تازه او سخره همین بود، دعوت پتروس همین بود. ببین دعوت تو کجاست؟ برای چی اومدی اینجا؟ برای چی هر روز میای، میری، پنجشنبه میری، یکشنبه میای؟ یه دعوتی داری. خدا برات یه خواندگی داره. هر کسی تو یه جایی، خواهرم تو آشپزخونه، خدا به شعر میده. تو خیلی شعرهای بنا کنن تو کلیسای ما داده و این شعر چقدر افراد رو بنا کرده. خواندگی داره.
هر کسی یه خواندگی داره، خودتو دست کم نگیر. فکر نکن من یه کوچولوی بی ارزشه، اصلا دیده نمیشم. الان من که یاد خیلی بچم تو ایمان، یا خیلی بزرگم تو ایمان، یا الان پیر شدم، یا خیلی جوونم، ربطی نداره. اصلا ربطی نداره. هرگز عطایا و دعوت خودش رو پس نمیگیره، حالا تو هر شرایطی باشی. اعتماد تو مرکز زندگی تو باید باشه. اینو همینجوری بزرگ بنویس، بذار جلو چشت. ایمان و اعتمادت باید مرکز زندگی تو باشه. هر روز از خودت سوال کن. خدایا، عطایای من، استعدادهای من چیان؟ منو برای چه کاری میخوای؟ امروز منو برای چه کاری میخوای؟ بدون هیچ تجربه از طرف شیطان به تو وارد نمیشه و تو رو، یعنی از شیطان که وارد میشه، یعنی غربال که میشه تکونت اینطوری میده، تو رو نمیکشه عزیزم، نمیمیری. چرا؟ چون که خدا دستش روی زندگی توه و این عطایا و این خواندگی خود رو رها نکن و فکر نکن که خیلی کوچیک هستی، خیلی اصلا هیچ هستی. الان اونایی که اون بالا نشستن وای کلام میدونه، الان داره کلام رو میگه، الان اونا بهتر. نه، من خواهر نسرین، پاستور مریم جون، فرشته، همه خارق‌العاده، همه ما، همه ما یک بدن هستیم، از کوچیک تا بزرگ همه ما یه خواندگی داریم. ولی این ما هستیم که خودمون خواندگی خودمون رو باور نداریم، خودمون هستیم که هویت خودمون رو عقب میکشیم، خودمون هستیم که با یه فشاری نمیام کلیسا، با یک اتفاقی اصلا نمیتونم، نمیخوام، اصلا نمیخوام کسی رو ببینم. اینا اینجوری کردن. نه، بمون سر خواندگی تو. خدا بر تو ایستاده، خدا برای تو ایستاده و تو برای تو در حال دعا هست. همین امروز دعا کن، همین امروز، همین الان وقت دعاست، وقت اینکه توبه کنی. اگه که خدا به تو عطایا استعداد داده، توی خدمتی تو کلیسا داری که وفادار بهش نایستادی، اگه خدا به تو گفته که این کارو برای بدن من انجام بده، ولی به خاطر دیگران، به خاطر انسان، به حال دیگه انسانی که قوتی نداره، تو این کارو خدمتو گذاشتی کنار به خاطر مشکلاتت، به خاطر درست یا به خاطر پیشرفتت، اگه خدمت خودت رو، خدا رو گذاشتی کنار، امروز توبه کن. میگه تو دو ملکوت منو جستجو کن، من برات مهیا میکنم. خدا رو شکر که شهادتای عالی همه شنیدی و امروز تصمیم بگیر، بگو خدایا میخوام به تو اعتماد کنم. آمی. هر چیزی که نیکویه برای من بعد از این غربارها میمونه، این نیکویی رو میخوام با دیگران تقسیم کنم. توی غربارها گندم میمونه، توی تکونها خدا میخواد چی؟ ثمرات تو بمونه. آمی. خدمت تو بمونه، عطایای تو بمونه. پس چی؟ فرار نکن، چون کارهای بزرگی با هم داریم. خدا کارهای عالی رو با ما داره و ایمان دارم و دعا میکنیم ملکوت خدا نزدیکه. پس بایستیم، قوی باشیم، پاهمون رو قوی کنیم و برای